ابر و باد و مه و خورشید و فلک همه در کارند تا تو نان به کفاری او به غفلت نخوری. اما از بحر تو سرگشته و فرمان بردار، شرط انصاف نباشد که تو فرمان نبری. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت بخیر دارم به تمام وطن‌دارای عزیز و خوب ما کمی لحظه بیننده برنامه شام یک هستن. عزیزایی که در 34 ولایت افغانستان در هر گوشه و کنار این سرزمین زندگی میکنین، حیام به کامتان باشه. خداوند منان و بزرگ را شکرگزار هستیم که بار دیگه بر ما فرصت داد تا در برنامه شام یک در خدمت شما خوبان و عزیزان باشیم. عزیزای دل کمی لحظه بیننده برنامه شام یک هستن. ان شاءالله که تا پایان برنامه امشب هم ما و جمع از همکارای ما همراهی بکنین. سلام خیلی خاص برای همکارای عزیز و دوستاشتری ما در اتاق فرمان و همچنان همکارایی که در پشت کمره هستند، و سفر جان عزیز ما، بر شبیر جان، همچنان سجاد عزیز، ماهان صاحب و تمام عزیزایی که اجمل جان، ما دست به دست هم میدیم تا این برنامه را زیباتر و مقبولتر بسازیم. انشالله که تا پایان برنامه شما با دیده هایتان همراهی مان میکنین. طبق معمول ما در برنامه قسمی که شما همیشه میفهمین در یک گوشه از ست ما که آشپزخانه است و فردوسیان هر شب بر ما غذای مزه‌دار آماده میکنه، امشب هم قرار است که یک غذای مزه‌دار، لذیذ و یک غذای خوشمزه بر ما فردوسیان آماده بکنه. دیشب ما گلپی نوشجان کردیم و تا یکی از دوستای ما بر ما پیام گذاشتن که حالا گلپی را جوانا دوست ندارد، چی برسه به اینکه اطفال گلپی را دوست داشته باشه. همون یک پیام یکی از دوستای ما بر ما روان کرده بودن. و اما امشب فردوس قرار است که یک غذای مزه‌دار را آماده بکنه که این غذا چی است هم بیشتر و نمیفهمم، باز از خود فردوس حتما پرسان میکنم. و در بخش دوم برنامه من مهماندار هستم و همچنان در بخش سوم برنامه منیر جان در بخش گجت میآیه و در رابطه به تازه ترین تکنولوژی بر شما معلومات میده که امیدوار هستم هر بخش را که ما تقدیم حضور شما میکنیم شما تا پایان بیننده این بخش ها باشن. عزیزای دل، امشب یک موضوع خاص را انتخاب کردیم که در رابطه به این موضوع میخوایم چند کلمه براتون بگویم و امشب میخوایم در رابطه به نوشتن صحبت بکنیم. حالا با ارزشترین و مؤثرترین راه برای انتقال افکار ما بر نسل آینده میتونه نوشتن باشه. اما از شما عزیزایی که امی لحظه مرا بیننده هستن، اگر یک بار پرسان بکنم که تا به حال در زندگی، حالا فارغ از کاربار، فارغ از تحصیل، که در خانه ما هستیم، چقدر وقت خود گذاشتیم به اینکه ما یک قلم بگیریم روی کاغذ و نوشتن بکنیم؟ بعضی‌ها میگن که نوشتن زبان دوم انسان‌ها است و بعضی‌ها میگن که نوشتن با ارزشمندترین و مؤثرترین راه برای انتقال افکار ما برای نسل آینده ما هست و همچنان نوشتن از چه جایگاه و ارزشمندی خاص در زندگی ما برخوردار است. آیا گاهی اوقات ما در اوقاتی که بیکار بودیم و وقتایی که بیکار سپری کردیم، آیا یک بار رفتیم به طرف یک قلم و به طرف یک کتابچه و ما چیزایی را که در ذهن ما بوده او را آوردیم روی کاغذ پیاده کردیم یا نه؟ آیا ما از انسان‌هایی هستیم که طرفدار نوشتن هستیم یا نه؟ همیشه اوقات ما قسم سپری میشه که اصلا در تقسیم اوقات زندگی ما چیز به نام نوشتن نیست. ما با انسان‌هایی روبرو میشیم که اصلا وقت از یک دوره به بعد تمام میشه، دوره دانشگاه دیگه باز میرن به طرف کاروبار، از اون لحظه است که دیگه هیچ گاه قلم به دست نمیگیرن و هیچ گاه نمینویسن که حالا نوشتن تا نوشتن خیلی فرق میکنه. اگر ما یک بار نگاهی بندازیم به قرآن عظیم شان که خداوند منان و عظیم با قلم قسم یاد کرده، یعنی که به این معنا که نوشتن در زندگی ما انسان‌ها خیلی مهم است. از آغاز پیدایش انسان‌ها وقت ما نوشتن را مد نظر می‌گیریم، در آغاز که اصلا نوشتن نبود، در آغاز با زبان اشاره کار می‌گرفتن به خاطر ارتباط یکدیگر یا به خاطر اطلاعات و ارتباطات با یکدیگر از زبان اشاره کار می‌گرفتن. بعد از او آهسته آهسته دیگه وقت تاریخ گذشت و حالا تا این دوره‌ای که ما زندگی می‌کنیم، ببینیم که از امو دوره که با زبان اشاره بود، بعد از توسط میخ روی چوب و روی سنگ اینا استفاده میکرد، یعنی خط بود، بعد از او آمد خط تصویری و بعد از او حالا به اشکال مختلف وقت خط اختراع شد و کاغذ اختراع شد، به این معنا که نوشتن یک مؤثریت خاص را در زندگی انسان‌ها برخوردار شد که حالا ما چقدر از انسان‌های مفیدی هستیم که در زندگی خود واقعا می نویسیم. بعض اوقات امی جملات و امی کلمات و امی ایده یا مفکوری را که در فکر ما می آید، اگر ما روی کاغذ می نویسیم و ای میمونه به خاطرات ما و ماندگارترین خاطراتی که ما در کتابچه خاطرات خود می نویسیم و ای همونطور میمونه و همیشه گاهی اوقات که حتی بعضی روانشناسا میگن انسان هایی که همیشه در زندگیشون نقش موثر در رابطه با نوشتن دارن، یعنی طرفدار نوشتن هستن و ارزگاه می نویسن، وقتی یک مشکل با یک مشکل روبرو میشن، وقتی میرن به طرف کاغذ و قلم و میخوان که همون مشکل خود بنویسن، بعد یک نوع آرامش نسبی را میگیرن. یعنی اینقدر موثر میتونه باشه نوشتن در زندگی.
زندگی ما و امی افکار را که ما داریم، امی مفکوری را که ما داریم، امی فکر را که ما که داریم در رابطه به زندگی، در رابطه به خانواده، در رابطه به اجتماع و در رابطه به امو چارچوبات را که ما طرف زندگی و مسیر زندگی روان هستیم، نوشتن خیلی در زندگی ما مهم میتونه باشه. یکی از موثرترین راهی را که یکی از موثرترین یا مفیدترین نقش را که نوشتن در زندگی ما داره این است که ختم بسیار زیاد مقبول میشه. انسان هایی که زیاد می نویسن، انسان هایی که خاطرات شون می نویسن، انسان هایی که حتی درد و غم و رنج زندگیشون روی کاغذ می نویسن، اونا از انسان هایی هستن که خط بسیار مقبول دارن. در کنار ازی نوشتن، نوشتن و نوشتن به ما کمک میکنه تا ما افکار ما، دید ما و نگاه ما نسبت به زندگی تغییر بکنه و از جایگاه و ارزشمندی خاص را در زندگی ما این نوشتن برخوردار است. لطفاً ما از انسان‌هایی باشیم که در طول 24 ساعت زندگی خود حداقل 2 دقیقه یا 3 دقیقه یا 5 دقیقه وقت بگذاریم برای نوشتن در زندگی ما. هر چیزی که باشه مهم نیست، فقط این مهم است که ما چی روی کاغذ می‌نویسیم و حتی کلانترین و بزرگترین معاملات هم در زندگی اجتماعی ما را اگر ببینیم ما روی کاغذ باید بنویسیم و نوشتن از جایگاه و ارزشمندی خاص در زندگی ما انسان ها برخوردار است. ببینیم امشب فردوس بر ما چی آماده میکنه و میخوایم بریم به طرف فردوس جان. فردوس جان سلام، شامت بخیر. الله سلام، الله شام بخیر. بخیر هستی؟ شکر زنده باشی. بخیر آمدی؟ سلام علیکم، را بینیدای ما داشته باشی. بسم الله الرحمن الرحیم، عرض ادب دارم خدمت تمام وطنان عزیز، خود بخصوص آن دوستانی که همین اکنون ما را صفحه تلویزیون یک تماشا میکنن. خدا کنه که جور و صدمند باشن. بخیر باشی لالا، سلامت. بسیار زیاد خوش آمدی به برنامه. خودت هم خوش آمدی. قبل از اینکه ازت پرسان بکنم که امشب بر ما چی آماده میکنی فردوس، گاهی اوقات خودت هم مینویسی، گاهی اوقات خاطرات نوشته میکنی، گاهی اوقات قلم و کاغذ به دست میگیری، فرصت میگذاری برای نوشتن؟ خب فعلا نخیر و صنف نوعی که بودم یادم میایه، میخواستم که شایدی را ادامه بتم. بله. شوق داشتم زیاد، اما مشکلات زندگی آمد، فراموش شد دیگه. نوشتن هم فراموش شد، یعنی بله. تقریبا فردوس 25 سال میشه که با نوشته کردیم. خب من تا میخواستم که در یک جای برسم، یک جای برسم، مگم نتونستم. همون زمانی که دوست داری شعر بنویسی، کدام شعر هم نوشته کردی یا نه؟ خب در جریان بودیم، در جریان صنف نو که بودیم، در جریان بودیم که هر جایی که میرفتیم همراه دوستا میخواستم از هر گوشه یک چیزی بگیرم. همه متاسفانه مشکلات زندگی اومد، همیشه از فکرم فراموش شد. فردوس چقدر وقت میشه قلم به دست نگرفتی؟ نه قلم خود هر روز دست میگیریم. بله هر روز دست میگیریم. موثریت دو قلم چی دست؟ خب تاثیرگذار هست، چون که نمی مواد که مثلا ما چیزی که می خوایم نوشته کنیم، خب مواد به قلم نوشته کنیم نه؟ بله. بعدا دکاندار بریم سودا رو بیاریم. قلم هر روز دست ماست. ما برات میگم آخرین باری که نوشته کردی چی وقت بود؟ میگی در صنف نوی مکتب بودم. خب نه خب میخواستم که خاطرات خود نوشته کنم و میخواستم که به شاعری پیش برم، قدم بانم، اما متاسفانه نشد. خب انشالله که از این به بعد حداقل یک 5 دقیقه یا 4 دقیقه 3 دقیقه وقت بگذاری برای نوشتن و یک کتابچه خاطرات داشته باشی فردوس و هر از گاهی نوشته بکنی. نوشتن بسیار زیاد یک لذت بخشی خاص. بله اون گپاست امجان، ما شما از هر گوشه زندگی خود که بچینیم و نشته کنیم کتابچه ها پر میشه. ما شما چون مشکلات زندگی را زیاد دیدیم. یک خاطره جالب از دوران مکتب داری؟ به تمام جان دورایی که زیاد مینویسی نوشته میکردی؟ هیچ یادم نیست. هیچ یادم نیست؟ یادم نیست نخیر. اصلا؟ نه. من خاطره بسیار جالب دارم در دوره مکتب فردوس. یک خاطری که دوره امتحان بود، من از صنف اول تا صنف 12، یعنی از سوم چهارم نشده بودم، یعنی کمک درس میخواندم زیاد. دوره که امتحان میشد باز من 3 رقم خط داشتم، تا میالا مو 3 رقم خط من است فردوس، یعنی با 3 رقم خط نوشته میکردم که اصلا بوی برده نمیشد که این خط با این خط از یک نفر باشه. یعنی ای از یک نفر و از نفر دیگه معلوم میشد. باز در وقت امتحان که میرسیدیم باز پارچه های امتحان تبدیل میکردیم برای یک صنفی، ما صنفی هایی که بسیار قد من دیوال بود باز ورقه های از ور معلوم میکردم. این میال اگر مرا ببینن من مطمئن هستم به یادشان میاد. بسیار یکی از بهترین خاطره های من نقلم کردیم ما در دوران مکتب. یعنی تو هم نقل کردی کلا طبعا هیچ کس از خود پورا نیست. فردوس میشه بر ما چی آماده میکنی؟ سر میز آشپزخانه گوشت میبینم، زردک میبینم، خلال زردک البته گندم میبینم، پیاز، رومی، مرچ. خب یام تمیم جان امی گوشت کوچه خوردی؟ گوشت کوچه؟ گوشت کوچه نه، راست بگیم والا. امی مامی چی بگیم برات؟ امی مردم ازاری شما عزادار که میباشن باز یک گوشت کوچه پخته میکنن. بله. گندم همراه مکمل گوسفند میکشن، همراه گندم میندازن مکمل گوسفند گندم. بله
ایده آنقدر آتش میکنن، آنقدر ایده شور میتن که مکمل کلش لواب میشه. گوشت که خود گندم لواب میشه. لواب میشه. و مام دمی طول زندگی امین سال خوردم. بله. بسیار یک چیزی کیف کرد. بسیار یک چیزی کیف کرد. و ما این غذای عربی است. فهمیدی فقط گندم همراه گوشت آماده میکنن مثل شولواره. گوشت کوچی را که آماده میکنن ده او زردک فکر میکنن. نه او او رحمان موضوعش جدا گفتم مرد نه. گفتم یعنی که خیلی مزه میتن. ما یکان تا فکر کنم شاید همون چیز جور کنیم. ما اون قسم جور نمیکنیم. ما خواستیم یک غذای عربی است. بله. عربی است که گوشت همراه گندم آماده میشه و زردک اضافه میشه. بانجان رومی، پیاز است، مرچ است. و مسئله ای که ما شما داریم دادک بخار آماده میشه. خب چون وقت برنامه چیز است کم است. ما اول جوش داده میرم. به خاطر گوشت که آماده شده گوشت گوساله است بری که بسیار یک گوشت گوساله را من معلومات گرفتم بسیار یک گوشت قوی است و بخصوص به کودکان و ویتامین بی 12 داره بله کلا سرخی دیگه کلا سرخی است استخوان نه او سرخی ده ما اضافه میشه بله خب و گندم هم بی 1 و بی 2 و بی 3 و ای ویتامین 3 4 رقم ویتامینی داره باید گندم دیگه خب و زردک هم خب میفهمید که بسیار ویتامینش بله زرد است بخصوص چشم فایده بله. و بخصوص این مواد که ما شما میگین بسیار قوی و قوی میباشه و بر جوان است بخیر باشی فرد از جان ان شاء الله که غذا ما در پایان برنامه حتما نوشجان میکنیم عزیزایی که شما بیننده برنامه هستین قسمی که براتون گفتم حالا قرار است که منیرا جان بیاد در بخش گجت قرار است که در رابطه با یک تکنولوژی برام معلومات بده ما هم زیادتر نیفهم از خود منیرا جان دعوت میکنیم بیاد به برنامه سلام منیرا جان شما بخیر بسیار زاد خوش اومدید سلام جان شما خودت بخیر خوب هستی صحت خوب است سلامت باشی سلامت. سلام فرداس جان شما بخیر خوب هستی و همچنان سلام و وقت بخیری دارم خدمت همه شما عزیزانی که بیننده برنامه شام یک هستین آرزو دارم هر کجایی که هستین خوب صحتمند و سرحال باشین بخیر باشی بسیار زیاد خوش آمدی فردوس یک گلکت میگه هر شب غذایی را که ما آماده میکنیم منیرا جان نوشجان نمیکنن خب متاسفانه اما تو گفتینی؟ بله چون ما چیزی که ما آماده میکنیم هیچ خوش نداره چیزی که آماده میکنیم منیرا هیچ خوش نداره خب کدام وقت نشده بر فردوس گفته باشیم امشب یک چیز بر ما آماده کو یک بار برش گفته بودم برم چپس آماده کو اما چپس اک آماده کد من رفتم طرف خانه چپس دیگه بسیار ساده است یک غذای را میگفتی که دقل یک ساعت طول خو میکشید خب غذای را که فردوسیان آماده میکنم معمولا یا ما خوش نمیداشته باشم یا ممتر اتفاقات اما من طرف خانه میرم دیگه میمونه بسیار خوب حتما یک غذای را بگو که فردوس آماده کنه بازم شب خوب نوشجان بکنم اما غذای را که فردوس آماده میکنم اون ریجان خب برش یک روز فرمایش میدم خب قبل از اینکه تمیم جان ببخشید گپ در گرفتم ما هم خواستم که برنامه فردا شب شد یا پس فردا شب شد یک چپس اسپایسی برش آماده کنم باز اون میتونم تو خوش شدی به خاطر که چپس پخته کردنش یک دقیقه وقت داره. نه خب بازی چپس اسپایسی که ما جور میکنیم شاید وقت زیادتر بگیره. درست است حتما. همون جا قبل از اینکه بیایم در رابطه با تکنولوژی از خودت پرسان بکنم در رابطه با نوشتن چی میگی؟ گاهی اوقات خودت هم وقت میگذاری برای نوشتن و کدام کتابچه خاطرات هم داری در زندگی یا نه؟ تمام جان البته خود نوشتن یک وسیله است که ما میتونیم اون تصویری که در ذهن خود داریم رو روی کاغذ بنویسیم یا هم روی کاغذ یا هم هر چی که هست در نزد ما روی از اون مینویسیم و من تمام جان مینویسم اکثر اوقات مینویسم بطور کتابچی بسیار خاص ندارم که بایدش بنویسم اما امو موضوعات را که مینویسم من کوشش میکنم زیادتر از اتفاقات که در دور و دور میبینم بنویسم و اونایی را که مینویسم بیشتر یا هم روی چون تلفن زیادتر پیشم میباشه اگرچه قلم نمیباشه اول در روی کاغذ نوشته میکنم و بعدش اون را میارم برای تلفن نوشته میکنم که بتونم از یک چیز بسازم موثریت این همه نوشته های چی بوده تا حالا چقدر فایده داشته یعنی چقدر فایده کردی تا حالا چقدر موثر بوده چه چیزا رو بعد سوری بنوشتم تمام جان از وقتی که یعنی من مینویسم میتونم که فرضاً یک اتفاق که در زندگی میفته نیاز از این ندارم که ما باید برای یک کس بگویم یا هم یک کس باشه که ما برش بگویم میتونم امرا با اونم قلم و کاغذ که هست تمام درد خود بیان کنم چون وقت آدم می قلم به رنگ قلم نگاه میکنه روی امو ورق که نوشته میکنه اونمو وادار میسازید که بیشتر بنویسی بیشتر امو درد که در دلت هست اونمو را میتونه که به خود بگیره و بتونه امرای تقسیم بکنه و ما این را حس کردیم و بسیار موثر هم بودن بله گاهی اوقات طور اتفاق افتاده که قلم گرفته باشی روی کاغذ که بنویسی یک زمان متوجه شده باشی که قلم رنگ تمام کرده بله البته ما بعضن میگم وقت درگیری ذهنی داشته باشم از اون قلمکای که نیم متر رنگ داره نی که او خلاص شده باشه نی قلمی که پر رنگ داشته باشه نه او قسم خو البته ممکن نبوده چون قدر وقت هم نمیشه که انسان بنویسه تا که یک قلم خلاص بکنه اما چند روز شده که قلم رو من رنگش خلاص بکنم به نوشتن
بسیار خوب. امشب در رابطه به کدام تکنولوژی معلومات میتی بر ما؟ تمیم جان، امشب در مورد دو تکنولوژی جدیده که تازه یعنی به بازار آمده، من خواهیم معلومات بتوام که یکیش در مورد تاکسی های پرواز کننده است که من در برنامه که در مورد موتورسیکلت های پرواز کننده گفته بودم، در مورد تاکسی ها هم بحث کرده بودم و گفته بودم، اما در روز دوشنبه این تاکسی ها پرواز کردن به آسمان دبی، در مورد از این میخواهیم معلومات بتوام. و همچنان در پهلویش یک قفل های امنیتی است که برای فامیل های ما بسیار سوالات شده که یک جای می رفتن می گفتن ولی یادم رفته دروازه را بسته کنم، مال با استفاده با تلفن می تانن که دروازه را بسته بکنن. آها بسیار خوب. و از این موتورهایی که در دبی پرواز کردن بسیار جالب است. خوبخند. و حال خوب است. در اوجه دیگه در دبی که شاید رابندی هم قدر نبوده دیگه، حالا بخیر کار ساده کردن اصلا. بسیار. و آسمان چی حال باشه موتورهای طرف و گفتن که ایره به خاطر که امی ترافیک کم شوه اینا رو ساختن و مختص به این هم ساختن که شاید گفتن مردمایی که پیسه دار باشه بیشتر از استفاده بکنه. از ترافیکی که در آسمان است، در موتورهای که بالا میکنن سیستمشون طیاره ورسه؟ تقریبا عین شکل است، چون پرواز میکنه دیگه، پرواز که طبعا مثل طیاره هست. و اینجا یک مزریت داره، اگر دو تا موتر در آسمان پرواز چیز کنه تکر کنه با هم در آسمان یکی دیگر خراب میکنن، که پایین گفتن چهار نفر دیگر هم در زمین خراب میکنن. والا شاید او از لحاظ در نظر گرفته باشن و همچنان یک سیستم را ساختن که اگر احیانا کدام مشکل در مو آسمان پیش شوه، اینا یک سیستم امنیتی را در خود طیاره در مو تاکسی ساختن که بتونن نجات بده. خب در مورد قفل امنیتی، یعنی قفلی است که اول به دروازه خانه انداخته میشه، بعد ما میریم توسط تلفنی ره، اگر یاد ما رفته بود قفل نکنیم چی رقم اتر است که تم جان او چندین نوع است که هر کدامش به نحو خود کار میکنه. مثلا یک قسمش هست که در هر جای ما باشیم فقط با استفاده از تلفن میتونیم او را بسته بکنیم، دروازه را یا باز بکنیم، یا هم مهمان یا کسی بیایه او بر ما آگاه میسازه ما را. یک قسم دیگه است که ما در مورد محصولی که در برنامه گذشته معرفی کردم الکسا، با استفاده از اون میتونیم ما استفاده بکنیم ازش و واقعا یک فناوری خیلی جالب هست. بخیر باشی مونیر جان، ان شاء الله که حتما این بخش رو ببینید. سلامت باشید. سلامت، تشکر. و عزیزایی که شما بیننده برنامه هستین، از همین جا میریم سراغ یک وقفه خیلی کوتاه. در بخش اول برنامه ما مهمان دارست. برگشتیم به ادامه برنامه و تندارای عزیز، شامتان پر از نور الهی. هنر بحر است که گرفتن هر قطره از این بحر به زندگی انسان رنگ و بوی میبخشه و ما در این بخش برنامه مهماندار هستیم بانو سمیرا گوهری که هم نقاش هستن هم رسام و در کنار از این مؤسسه پوانزه ژورنالیسم و همچنان مؤسسه پوانزه حقوق علوم سیاسی. قبل از همه سلام و شام شما بخیر، بسیار زود خوش آمدید برنامه. سلام خدمت شما تمیم جان و سلام خدمت یک و یک بیننده های عزیز تلویزیون یک برنامه شام یک. امیدوار هستم هر کجایی که هستین کاملا جور و صحتمند باشین و شام خوبی را کنار فامیل محترمتان داشته باشین. سلامت باشین، بسیار زیاد تشکر. در آغاز برنامه خوب است که از اینجا شروع بکنیم. حالا چه زمان میشه و چقدر وقت میگذره که شما با هنر نقاشی، رسامی و همچنان میناتوری که خیلی قشنگ است سرکار داری؟ بسیار زیاد تشکر، لطف شما هست. البته ما در شروع دانشگاه بود که مقطع لیسانس که با وجود علاقه زیاده که داشتم به عرصه هنر خواستم که شروعش البته بعد از سپری شدن امتحان کنکور بوده تا زمان شروع دانشگاه که من هنر ادامه داده بودم و بعدش مدت دو سال میشه که هنوز یعنی اثرات جدیدی در این عرصه ندارم و فقط اما اثرات را که من قبلا تهیه کرده بودم خواستم که اونها را در برنامه شما بیارم و این اولین برنامه است که آثار ما که دوستای عزیز با شما میبینین خواستم در برنامه شما بیارم. بسیار خوب. قبل از اینکه بیایم روی موضوعات دیگر بپردازیم، این کار را که شما کردین چه نوع کار است؟ این کار نقاشی روی سفالی گفته میشه. نقاشی روی سفالی. بله، یک تیکن که خاص یک هنر است، همچنان یک نوع خلاقیت هست. بله. البته از این ظروف سفالی که روش نقاشی شده که قسمی که شما و بیننده‌های عزیزتان میتونن ببینن. بله. نقاشی رقص سمای مولانا. بله. میباشه. جمله قشنگ دنیا همه هیچو اهل دنیا همه هیچ. بله، البته خطاطیش کمی دستورده شد از خاطر خیلی زیبا نیامده ولی ما کوشش خدا کردیم. خب به این شکل است که ایران میتونن مثلا دوستای ما که قبلا هم استفاده کردن هم برای تزیین و دکور خانهایشون استفاده بکنن و یا هم دفاترشون
به همین شکل میتونن که بایستی ظروف در آشپزخانه همچنان استفاده بکنن، چون رنگ و موادی که روی زینه استفاده شده قابلیت شستشو رو هم داره. بله بسیار زیبا هست. و او طرف هم سه نقاشی روی سفالی شما کرده. بله. و چقدر مقبول و چقدر از رنگ‌های مقبول و قشنگ استفاده شده، این ذهنیت خود شما بوده؟ تشکر، زنده باشین. البته تمامی نقاشی که دوستان میتونن ببینن همگی شنی ایده خودم بوده که طراحی کردیم، و به همه قسم که میبینی اینا به صورت تاقعی نیست، به صورت یک ست میباشه، یعنی یک مجموعه. و اینا هم پرنده هایی است که روی شاخه در یک باغ هست، و رنگش هم رنگی است که یعنی خوشایند تمام میشه، هم اگر به صورت ظرف در آشپزخانه استفاده شه برای دسترخوان های ایدی و مهمانی همین موضوع. و همچنان بیشتر دوستایی که ما دیدیم علاقه به اینشان دادن که ایره به حیث وسایل دیکور در خانه و دفاترشان استفاده بکنن. بله. و همچنان دیگه نقاشی هایی که روی سفالی شده در انواری هست که دوستای ما مطمئن هستم میبینن، و او چقدر قشنگ است. رنگ بالا پایان انارا، بله پایان ترش، و همچنان پایان تر از او که چقدر مقبول از رنگ‌های زیبا استفاده شده. و اینا را حتما شما دیگه زیاد سرش کارم کردین. بله، زیاد وقت هم حتما گرفته. حالا بله. کار از اینا که تمام میشه چقدر وقت در بر میگیره؟ خب البته ای از یک سفال پخته شده، یعنی یک سفال اصل استفاده میشه که کار ساختن سفالایش تقریبا 2 هفته را در بر میگیره، تا که من باز به دست میارم و روش طرح هم اندازم و نقاشی میکنم. و امین یک طرح که مکمل خوب با ظرافت و با یعنی تمام قشنگیش ایجاد شوه و تهیه شوه تقریبا برای من نیم روز وقت میگیره. برای یک ست نیم روز وقت میگیره، و به همین شکل در یک شبانه روز که پای هم ما بتونم کار کنم تقریبا میتونم که نظر به ست است. اگر ستش ستایی باشه به همین شکل 4 تا ست میتونم تهیشه، اگر نه که مثلا 5 تایی باشه بازو مثلا 2 تا یا نهایتا 1 تا، ولی با ظرافت و اون قشنگی های زیادش میتونه. بله هرچند زحمت زیاد میکشه، اما اگر شما بگوین که قیمت یک ست از این چقدر است، مثلا همین سه قیمتش چقدر است، تا دوستای ما بدانن ما هم بدانیم، باز اگر ما هم دوست داشتیم حتما یک سی چه میگیریم. چرا که نه، فدای سرتان، پول کدام معنی ندارم، مشکل نیست. و به همین شکل البته قیمت های زینا چون در افغانستان همگی ما شرایطی همدیگر را درک میکنیم، یک قیمت بسیار اقتصادی داره که همگی میتونن که در هر یعنی سطح اقتصادی که باشن میتونن به دست بیارن. بله. ستایش که هست قیمتش 1500 افغانی الی 2000 افغانی میباشه، نظر به طرحش میباشه. و به این شکل اگر ستش 5 تایی باشه که یک طرح رقص سمای مولانای جان داشتیم که با اون شکل اون رنگ آبیش که دو انواری میباشه، رنگ سرخ و سیاه و سفیدش را داشتیم 5 تایی، یک از دوستای ما بردن البته خارج از افغانستان، او قیمتش از 3000 الی 5000 افغانی میباشه، نظر به ظرافت و نظر به طرحش. بله. حالا خیلی به باورمندی هستن، میگن انسان هایی که با هنر سر و کار دارن زندگیشان متفاوت تر است نسبت به انسان هایی که هیچ اصلا سر و کار با هنر ندارن. تفاوت زندگی شما در چه هست؟ حالا هنر چی داره؟ هنر اصلا یک دنیایی هست که نمیشه که در قالب کلمات آن را توصیف کرد. طبعا وقتی که شما این همه از هنر به این زیبایی توصیف میکنین، پس تعریف از اون نزد یک هنرمند هم کاملا متفاوت تر میباشه. آنهایی که با هنر مثل من سر و کار دارن، دنیا را از یک زاویه بازتر، دنیا را از یک زاویه قشنگتر و متفاوت تر میبینن و بر از اونها معنای متفاوت داره. اونا کسایی هستن که هیچ وقت مثل ما انگیزهشان را از دست نمیدن و میتونن که در هر کجا و در هر لحظه زیبایی ها و همچنان واقعیت ها را از طریق هنر به تصویر بکشن و به نمایش بگذارن. و همین شکل اون قسم که میبینن دوستا، ما تانستیم مثلا رقص سما و شعر مولانا را در یک قالب نقاشی اون قسم یک طرح متفاوت میتونیم که باعث یک دیکور در منظر استفاده کنیم، پس هر بیننده میتونه که از یک معنا و یک پیام متفاوت همچنان کسب کنه. دقیقاً. در رابطه با این تابلو هم کم بر ما بگین، این تابلو چقدر قشنگ است. تشکر. این تابلویی که عکس تصویر یک
پیشک هست. بله. بسیار تشکر. دید شما زیبا هست. البته باید بگویم که این تصاویر نقاشی که آوردیم تقریبا کمی تکراری هست برای دوستای من، چون اونا قبلا هم شاید دیده باشن. این تصویر که هست با قلم خودکار است؟ قلم خودکار، بله، رسامی شده و این تقریبا یک هفته مکمل وقت برده، چون خیلی قسمی که خودتا میبینین ظرافت زیاد داره. یک هفته کار کردین سر این؟ اولین کار ما با قلم خودکار بوده که اونمو باز یک هفته وقتم برده. اولین کار ما با خودکار بود که اینمی بشکر رسم. یک هفته وقت را برده، یعنی کار بسیار زیباست، بسیار مقبول. تشکر، لطف شماست. بعدی از او که تصویر یک چشم است؟ بله. بله. چشمی که عشق داره. برام درست معلوم نمیشد. در مورد از این کم بگوین. خب این تصویر یک شب وقت برده که باید رسامی کردیم. بله. تهیه کردیم و هر کس میتونه که از یک معنا و یک پیام متفاوت کسب بکنه. این البته در اون زمانهایی بوده که ما خودم در یک شرایط بسیار متفاوت و در یک شرایط بسیار سخت قرار داشتیم. بله. بعد از سپاره شدن امتحانات کنکور و تحولات اوضاع جاری کشور مون و احساس خودتان بیان کردین در این تصویر. بله، و دیگر هم میتونن که یعنی پیام متفاوت از این کسب بکنن. بله. حالا شما محصل پانزده ژورنالیسم هستین، در کنار از پانزده حقوق علوم سیاسی هم میخوانین، در کنار از با هنر هم سر کار دارین. چطور با چند مسیر مختلف میتونین همزمان برین؟ همه چیز طبق یک برنامه‌ریزی و یک زمانبندی بسیار مشخص میتونه که پیش بره. از آنجایی که من خیلی زیاد آرزو داشتم که در پانتون دولتی، یعنی در پانتون کابل، بتونم که در رشته حقوق و علوم سیاسی تحصیل بکنم، خوشبختانه با تلاش های بسیار زیاد، با زحمات بسیار جبران ناپذیر، تانستم که اونجا کامیاب شوم. در پانتون کابل؟ بله، انتخاب اولم بود در پانتون کابل. قبل از او من رشته ژورنالیسم را در یک از پانتون های خصوصی افغانستان آغاز کرده بودم و ما سمسر دوم بودم که نتایج کنکور ما اعلام شد که من در اون رشته‌ای که دوست داشتم و سالها آرزویش داشتم کامیاب شده بودم. بنابراین من قسمی تنظیم کردم که همزمان به هر دویش رسیدگی کردم میتونستم و در کنارش خودم یعنی کار هم میکردم که تمام مصارف پوهنتون و همه چیز را خودم تهیه میکردم. دیگه به همین شکل چون در این عرصه دیگه دوستا بیشتر همراه ما آشنا شده بودن، معرفت حاصل کرده بودن، سفارشات نقاشی از دوستا می گرفتم و دیگه دوستای رسانه‌ای ما همراه ما ارتباط پیدا کرده بودن که در برنامه‌هاشون دعوت می شدم. دیگه بنابر همین یعنی باعث شده بود که بتونم بخوایم که در این عرصه هم فعالیت ما چی بگم متداوم و استوار نگه دارم. اما بعد از اینکه درس ها زیاد شد، این تقریبا دیگه در هر دویش ما در سالهای اخیر قرار دارم که سال آینده بخیر دو تا مونوگراف دارم. بله. دیگه به این خاطر باز نشد وقت زیادی در این عرصه بگذارم. از همه خاطر تا فیل حال یعنی بعد مدت یک سال الا دو سال میشه که اثرات جدیدی دهیم. اما وعده میتونم حتما بعد از اینکه بخیر از پانتون فارغ شدم اثرات جدید و طبق میل دوستا بخیر آماده خواهد کرد. بله. حالا میخوایم از زبان شما بشنوم در رابطه برای رسیدن به موفقیت و به اوج قله های موفقیت، چه در بخش هنر باشه چه در بخش های دیگه، شما یک بانو هستیم، به نظر شما چه میتونه یک بانو را زیاد کمک بکنه برای رسیدن به موفقیت ها؟ برای یک بانو؟ بله. خب این مسئله در هر کشور فرق میکنه، خصوصا در افغانستان، چون متاسفانه یعنی یک تعداد از بانوان ما در افغانستان حتی اجازه از این ندارن که به مکتب بروند، پس اونا هیچ گونه نمیتونن که یک موفقیت را در ذهنشان این تصور بکنن، چی برسه که بر از او کدام برنامه‌ریزی داشته باشن. ما فکر میکنم که تنها اولین راه رسیدن به موفقیت داشتن هدف مشخص میباشه. بله. اگر شما هدف مشخص داشته باشین که دوست دارین 5 سال بعد یا 10 سال بعد در کجای از زندگی قرار داشته باشین، در میان چه اشخاصی باشین و برای زندگی خودتان چه کسی باشین و بخواین برای جامعه خودتان چه کسی باشین و چه خدمات انجام بدین، این اولین گام بسیار مهم هست که طبق از اون میتونین که برنامه‌ریزی و پلان مشخص داشته باشین و در اون راستا گام بردارین تا بتونین به تمام موفقیت هایی که دوست دارین دست پیدا بکنین و برسین. بله، بسیار زیاد سپاس از اینکه آمدین به برنامه. فقط در پایان برنامه میخوایم یک جمله در مورد هنر از زبان شما بشنویم. جمله در مورد هنر بشنوین.
خب بسیار خوب. مدرک شما سرش امرایش سر کار دارین دیگه؟ آها بسیار خوب. ایرا میخوایم که یک جا بسازم، یعنی ربطم به مسائل زندگی خود ما همچنان. با یک شعر میخوایم که پیام خود ارائه بکنم به دوستای تمام عزیز ما. میگن که زندگی بافتن یک قالی است، نه همان نقش و نگاری که خودت میخواهی. نقشه از قبل مشخص شده است، تو در این بین فقط میبافی. نقشه را خوب ببین، خوب بباف، نکند آخر سر قالی زندگیت را نخرند. بخیر باشین، سلامت بسیار زیاد. یک چیزی که در دلم گشت باید بگویم، شما گاه اوقات تحفه هم میتین برای دوستا، برای کسایی که ازتون تقاضا بکنه، یک نقاشیتون، یک اثرتون، یک رسامیتون، یا نه؟ بله، به مناسبت یک، البته بعضا یک مناسبت، بعضا یک موفقیتشان، یا مثلا سال روز تولدشان باشه، این مسائل هزار دفعه چرا؟ به مناسبت سال روز تولد هم میتین؟ بله. فکر میکنم امروز سال روز تولد من بودم. پس هر کدام شخواسته باشه، صدای سرطان هیچ کدام مشکل نیست. یعنی آنقدر من هنر رو دوست دارم و آنقدر نقاشی و رسامی و اینمی میناتری و خطاطی را که هیچ اندازه نداره. و ای کاش استعدادی را میداشتم که من خودم یک نقاش میبودم یک رسام، که ندارم اون استعداد را. اما دوست دارم از کسایی که از دوستای ما که میان در برنامه تحفه بگیرم همیشه، بخصوص اما تحفه را که قیمتش بسیار پایین باشه اما بر من خیلی ارزش مند خواهد بود. خواهش میکنم، سلامت باشین. شما هم از جمله انگیزه های جامعه ما، خوشنده ای شرایط برای تمام جوانان و جامعه افغانستان می باشین. پس به این شکل، یعنی قیمتش فرقی نمی کنه، شما شایسته بالاترین قیمت ها می باشین. البته نظر به زحماتی که می کشین، نظر به انگیزه ای که برای هموطنان ما ایجاد می کنین. پس در این عرصه خیلی سپاس نسبت به علاقه‌تان که به هنر دارین، و هر کدام شخصه باشین مشکل نیست. سلامت، تشکر، زنده باشین. یک دنیا سپاس از اینکه برنامه، و اجزایی که شما بیننده برنامه هستین، سراغ میان برنامه کوتاه میریم. در ادامه برنامه منیر جان در بخش گجت. برگشتیم عزیزان، ادامه برنامه شام یک هست و بخش گجت هست، و در این بخش باز هم من منیره نیازی در خدمت شما عزیزان حضور دارم تا تکنولوژی های جدید را به معرفی بگیرم. پس از شما دعوت میکنم تا پایان این بخش با ما همراه باشین و در مورد تکنولوژی های جدید معلومات پیدا کنین. در بخش نخست بخش رو میخوایم در مورد تاکسی های پرواز کننده برتون معلومات بتم. البته ایره من نمیگم، یک جا میریم در یک بسته تصویری میبینیم که این چگونه پرواز کرد و چگونه کار میکنه. در ادامه برنامه با ما باشین. شرکت چینی ایکسپنگ یک خودروی پرنده برقی را با نام ایکسپنگ X2 در دبی رونمایی کرد. فناوری پیشرویی که روز مردم شهر را بدون تحمل ترافیک به مقصد می‌رساند. این شرکت ادعا کرده است که این موتور پرنده می‌تواند گردشگران را در چند سال آینده با حد اکثر سرعت 130 کیلومتر در ساعت در شهرها بچرخاند. این موتور پرنده با ظرفیت دو سرنشین می‌تواند تا ارتفاع ساختمان امپایر استیت نیویورک بالا برود. در حقیقت انتظار می رود X2 تا 35 دقیقه پرواز کند و به ارتفاع 975 متری برسد، اگرچه احتمالاً به طور معمول در ارتفاع 90 متری حرکت کند. برای کسانی که نگران حد اکثر زمان پرواز 35 دقیقه ای آن هستند، در صورت بروز هر گونه حادثه یک چتر نجات نیز به آن متصل است. انتظار می رود قیمت این موتر پرنده به اندازه یک موتر لوکس ماننده بنتلی یا رولز رویز باشد و تا سال 2025 به بازار بیاید. رئیس و نایب رئیس این شرکت گفت که هدف نهایی این است که افراد ثروتمند از آن به عنوان وسیله حمل و نقل روزانه استفاده کنند. اما با وجود چندین مانع نظارتی که هنوز باید از آن عبور کرد، او توضیح داد که این وسیله نقلیه احتمالاً ابتدا در حومه شهرها یا در مناطق قابل کنترل استفاده می شود. مناطقی مانند ساحل دبی، یعنی جایی که X2 اولین پرواز عمومی خود را در روز دوشنبه به عنوان بخشی از رویداد جهانی جی‌تکس انجام داد. اگر بخواهید وسیله نقلیه را کنترل کنید، احتمالاً نیاز به دریافت گواهینامه و سطح مشخصی از آموزش خواهید داشت. رئیس ایکسپنگ در پاسخ به این سوال که آیا این وسیله نقلیه می تواند توسط اورژانس استفاده شود گفت: من فکر می کنم همه اینها سناریوهای محتملی هستند که می توان برای یک موتور پرنده در نظر گرفت. اما او گفت که این شرکت هنوز روی استفاده خاصی تمرکز نکرده و در عوض ابتدا طراحی خود را به واقع تبدیل کرده است. او افزود که نسخه آزمایشی دارای یک چتر نجات فعال است که به طور خودکار عمل می کند، اما مدل های آینده اقدامات ایمنی بیشتری خواهند داشت.
او در انتها خاطر نشان کرد که اگرچه این شرکت قصد دارد تا سال 2025 این وسیله نقلیه را برای مشتریان آماده کند، اما آنها می دانند که ممکن است زمان لازم باشد تا مشتریان با موترهای پرنده احساس راحتی کنند. او گفت: فکر میکنم وقتی به اندازه کافی این خودروی پرنده در مسیرها وجود داشته باشد و در شهرهای سرتاسر جهان دیده شود، بازارش به سرعت گسترش یابد. ما سخت‌ترین کار را در حال حاضر متقاعد کردن مردم میدانیم. بله، برگشتیم عزیزان. قسمی که شما در بسته تصویری دیدین تاکسی هایی است که از این و بعد پرواز میکنه و قرار است تا سال 2025 به تولیدات انبوهش برسه. و در کنار ازی در تکنولوژی های جدید هست و رو به افزایش است و همه روزا تکنولوژی های جدید به بازار معرفی شده میره که قفل های امنیتی یکی از اینها می باشه که امروز ما شما تشویش از این نداریم که خانه های ما را قفل میکنیم و یا هم بگوییم که دوست می آید یا هم هر خطر را که احساس میکردیم بعد از این ما خطر را نباید احساس بکنیم، چون قفل های امنیتی قرار است کار ما را بسیار ساده بسازه. ما با استفاده از تلفن و یا هم الکسایی که در برنامه پیشتر معرفی کردم با استفاده از اینا ما میتونیم که دروازه های خانه خود را قفل بسازیم یا هم میتونه اونا ما را آگاه بسازه از تمام مسائلی که در دور و دور دروازه خانه های ما اتفاق میفته و ما را آگاه میسازه از تمام از اون اتفاقات که ما بتونیم امنیت خانه های خود را بگیریم. خب قفل های امنیتی انواع مختلف داره که و همچنان در مکان های مختلف استفاده میشه. مثلا از قفل های امنیتی بیشتر تونستن در مکان هایی که یعنی بدون کلید باشه استفاده بکنن، یا هم تونستن در بازارها، یا هم تونستن در الماری ها یا ورزشگاه ها، در تمام از اینا تونستن از قفل های امنیتی استفاده بکنن. ما همچنان قفل های امنیتی مثل قفل های دیجیتالی تانسته برای کنترل دسترسی ورود و خروج مردم استفاده شود، یعنی هم میتونن از دسترسی مردم که به دروازه های ما دارن از اون ما را با خبر بسازه یا هم چیزایی که خود ما خواستیم از اون میتونن ما را آگاه بسازه. و همچنان انواع سیستم هایی که میتونه از دروازه های ما محافظت بکنه به چندین بخش است که یکی از این سیستم ها را ما میتونیم بگیم سیستم ضد سرقت قفل های امنیتی میباشه. یعنی در این سیستم اینا تانستن این قفل ها را قادر به این بسازن که وقتی کس بخواید که سرقت بکنه یا هم پشت دروازه ما بیاید و کلید های را استفاده بکنه، این میتونه ما را آگاه بسازه. یعنی به طور 10 ثانیه این میتونه آلارم بده بر ما که اینم قسم یک خطر مورد نظر هست، شما باید آگاه باشین. و با استفاده از این میتونن و کسایی که میبینن که خانه هایشان در خطر از خود برسانن و نجات بتن. و همچنان سیستم اعلام حریق قفل های امنیتی هم قسمی است که وقتی یک جای یک آتش سوزی میشه یا هم در خانه یک آتش میباشه، این ما را آگاه میسازه که ما باید هر چی زودتر خود برسانیم و جلوگیری از آتش سوزی داشته باشیم. در کنار از این سیستم است که محافظت از کودکان میکنه، یعنی بعضن وقت ما کودک های ما را در خانه میمونیم دلمون آرام هست که باید اونا محافظت شون یا هم از خانه بیرون نرن یا هر قسمه. این قفل ها تانسته می امنیت را برقرار بکنه که ما دیگر تشویش از این را نداشته باشیم که طفل های ما یا در خانه هستن یا هم در خطر هستن. در کنار از این میتونه بگیم که سیستم های قفل امنیتی وقتی که ما این را فعال میکنیم، این میتونه تمام کپ هایی که در اطرافش هست، تمام از این چی از داخل خانه صورت میگیره چی از بیرون خانه، او را کنترل بکنه. یک سیستم دیگه داره که سیستم ضد شوک در قفل های امنیتی می باشه که این خیلی مهم است. یعنی وقت قفل هایی را که گفتم مردم می تانستن یا هکرها یا هم هر کسی که می خواهد دزدی بکنه، یک سیستم را در مقابل از این می ساختن که این را در خطر موجب کردن و مکمل سیستم امنیتی از بین می رفت یا می تانستن وارد خانه های ما شود. اما قفل هایی که آل ساخته شده اینقدر هوشمند است که دیگه این مردم توانایی از این را ندارن که این کار را بکنن و می تانه که امو هدف از اینا را مختل بسازه و از بین ببره. خب نصب قفل های امنیتی هم قسمی است که باید ای آدم های مسلکی باشه یا هم آدم های بسیار توانا باشه، به خاطر از اینکه اینا خیلی مهم است. اگر یک سیستم از این خراب شوه باعث میشه که خود اونم قفل بر ما خطر ایجاد بکنه. یعنی باید این خیلی مسلکی یک آدم باشه که در این مسلک کار میکرده باشه، این بتونه بر ما نصب کنه که ما هیچ مشکل دیگر نداشته باشیم در قسمت. و همچنان بهترین مدل های از این که تا حالا و بازار عرضه شده و مردم خیلی از این راضی است، قفل های آنلاین و هوشمند آگست پرو پلاس هست که این قفل های امنیتی بسیار پیشرفته هستند و اینا میتونن از طریق بلوتوت در تلفن های ما کار کنن و همچنان الکسا که تانسته بسیار کمک بکنن که میتونه با استفاده از او وقتی که به الکسا بگه الکسا بر از او دستور میده و دروازه ما بسته میشه. همچنان سری هایی که در تلفن های ما است با استفاده از او میتونیم ما به از این دستور بتیم
و این دروازه های ما را قفل بکنه، یا همو خطرهایی که در دور و دور شست یا تمام کارهایی که باید بکنه را انجام میده، و همچنان قفل آنلاین و هوشمند بدون کلید. این هم قسمی است که طراحی و ساختارش بسیار کوچک است و فقط یک صفحه است که چند دکمه لمسی داره. با استفاده از این ما میتونیم یا کد بتیم یا هم با قسمی که خودمون میخواهیم این را کد میتیم یا آماده میسازیم، با استفاده از او هیچ کس نمیتونه داخل خانه ما شوه یا هم قفل از او را باز کنه، جز خودمون که کد از او را بلد هستیم و با استفاده از این کد که میزنیم میتونیم وارد خانه شویم یا هم دروازه را باز بکنیم. و همچنان در کنار از اینا یک قفل هوشمند دیگر هم است که به نام اشلیج است، که این هم توانایی های بسیار زیاد داره. این میتونه بسیار، یعنی توانا هست و کارهای بسیار خوب میکنه نظر به دو قفل دیگر که هست. و همچنان نصب از این هم قسمی است که باید تمام از اینا به افراد مسلکی نیاز دارن که اینا نصب شوه و هر کدامش نظر به کارکردهای خود توانایی های جداگانه داره. و این بر علاوه که در منازل ما استفاده میشه یا هم در خانه های ما استفاده میشه، میتونه در فروشگاه ها هم استفاده شوه، در الماری ها، در ورزشگاه ها، کلاب ها، در تمام از جاها ما میتونیم از این قفل ها استفاده بکنیم. و اینا تونستن بسیار کار ما را ساده بسازن در هر قسمتی که باشیم، چی در بیرون، چی در دفتر، در تمام جاها که می باشیم، در تمام از اینا میتونه کار ما رو بسیار ساده بسازن. این هم بود معلومات در مورد دو فناوری جدیده که من برای شما ارائه کردم. امیدوار هستم مفید واقع شده باشه و همچنان تشکر میکنم از شماهایی که در این بخش برنامه با ما همراه بودین، و یک تشکری خاص میکنم از برند بانوی شرق که لباسای امشب مرا آماده ساختن. حالا بریم سراغ یک وقفه کوتاه، برمیگردیم با تمیم جان باشین. در ادامه برنامه شام یک هستیم وطندارای عزیز، شامتان پر از نور الهی. در بخش اخیر برنامه هستین. ما در آغاز برنامه در رابطه به نوشتن صحبت کردیم. حالا به قول یک دانشمند میگه یا ما چیزی بنویسیم که قابل خواندن باشه یا کار بکنیم که قابل نوشتن باشه. و همچنان در پایان باید بگوییم که باید نوشت تا برای آیندگان یادگار خوب به جا گذاشت، باید نوشت تا تجربه ها سینه به سینه منتقل شوند، باید نوشت تا استاد نماند و مانند رود جاری شد، باید نوشت تا به زیباتر و بهتر شدن زندگی انسانها کمک کرد، باید نوشت تا به اسرار درونی و بیرونی انسانها و جهان هستی اشراف پیدا کرد، باید نوشت تا جاویدانه شد. و در آغاز برنامه که در رابطه به نوشتن و ارزشش صحبت کردیم، حالا در پایان برنامه امیدوار هستم ما از انسان‌هایی باشیم که در طول زندگی خود و در طول تمام کارهایی را که ما انجام میدیم حداقل خاطرات خوب زندگی خود را با قلم روی کاغذ پیاده بکنیم تا زندگی ما همچنان به مثل یک خاطره باقی بماند. و طرف فردوس میریم و قرار بود که غذای را آماده کنه. فردوس جان آماده کرده و اون آیسا آیسا به خیر میکشه. فردوس جان بسیار زیاد سپاس الله، خانه تاباد. یک بار دیگه نام غذا را بگید چون یادم رفت. خب این کس غذای عربی است، گندم گوشت است. غذای عربی گندم گوشت. بله. نان خشکش یادت نرفت الله؟ نه باش میارم، نان خشکش هم خیر است. خانه تاباد الله بخیر باشی. زنده باشی. به جمع خودم تمام همکارای معمیال منتظر است که برنامه تمام شود. تقریبا بیشتر از 16 دانه همکار من همیال پشت کمره ایستاده است و منتظر عزیز که همگی بیان به طرف نان خوردن و یک جای این غذای عربی را که فردوس جان آماده کرده نوش جان بکنن. البته همکارای ما که اصلا در این برنامه نقش هم ندارن هستن، مثل نصرت جان، شکیب جان، احمد جان عزیز که مدیر لایت است، خیلی دوست داره شکم خود، همچنان ربی جان، راشد جان، قیس جان و تمیم جان، همکارای تقریبا بیشتر از 20 25 نفر دیگه هم اومدن همیال داخل شدن که اینا کلگی منتظر عزیز هستن که نان نوشتن بکنن، در حالی که نقش اصلی در برنامه ندارن. خب به هر صورت ما هم بسیار مهمان نواز هستیم و لطف میکنن همکارای ما. ما هم دوستشون داریم که بیان به طرف نان و همراه ما یک جای نوشتن بکنن. ای کاش میشد که تمام همکارای ما میخواستیم همینجا یک جای نوشتن بکنیم، اما متاسفانه کی کار کرده. خب تمیم جان همون گپ است، میگه یک کشمش تل قندر یکش. و تام فهمیدی نان کم پخته میکنی؟ نه زیاتر آماده کردیم. یا ماست سر میز موندیم با دوستان. بخیر باشی لالا، خانه تاباد سلامت. نمیخوایم که نوشجان بکنم، میخوایم با همکارایم یک جای نوشجان بکنیم شب. خب بیا یک تستش کو. مطمئن هستم مزه دار است. همین تستم بعد از برنامه میکنیم. خب. دلم کاری مو چیز نگرده. صحیح است. بخیر باشی لالا، سلامت باشی. خب دوستان عزیز جهان سپاس تا این دم با ما بودید. تا فردا شب که بازم در خدمت شما هستیم. خداحافظ شما.
سپاسگزار از تمام وطنداره عزیز و خوبمان که بیننده برنامه ما بودن. انشالله تا فردا شب که بازم در خدمت قرار میگیریم، شما را به خداوند یکتا و بی‌نیاز امانت میکنیم. شاد و موفق و کامگار و سربلند سرفراز باشین. در پایان فقط امقدر میگم که خوشا آنان که با عزت زگیتی بساط خیش برچیدند و رفتند، ز کالاهای این آشفته بازار محبت را پسندیدند و رفتند. خدا نگهدار.